آهن در بدن چه نقشی را ایفا می کند؟ آهن یک ماده معدنی ضروری است که برای تولید گلبول های قرمز خون مورد نیاز است که برای سیستم ایمنی سالم، عملکرد ذهنی، قدرت عضلانی و انرژی مهم است. نقش اصلی آن در گلبول های قرمز خون جایی که به ساخت پروتئینی به نام هموگلوبین کمک می کند. هموگلوبین اکسیژن موجود در خون را از ریه ها به تمام سلول های بدن حمل می کند تا آنها بتوانند به درستی کار کنند. بدن نمی تواند آهن بسازد، بنابراین باید آن را از غذا دریافت کنید. اگر به اندازه مصرف روزانه آهن نخورید، دچار کمبود آهن می شوید. داشتن مقدار صحیح آهن در بدن مهم است. اگر آهن کم دارید، ممکن است دچار کمخونی شوید. اگر آهن بیش از حد دارید، می تواند سمی باشد. کمبود آهن شایع‌ترین اختلال تغذیه‌ای در جهان است. در این ویدیو در مورد علائم کمبود آهن، مشکل در جذب آهن، علت کمبود آهن، چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم، کمبود آهن چگونه تشخیص داده می شود، کمبود آهن چگونه درمان می شود، با خوردن غذاهای سرشار از آهن آیا می تواند کمبود آهن و عوارض کمبود آهن پیشگیری کرد؟ سلامتی شما بینندگان عزیز برای ما ارزشمند است. از این رو تلاش میکنیم برای رفع نیازهای صحی شما معلومات مهم را تهیه کرده خدمت شما تقدیم کنیم. بنابراین با لایک و سابسکرایب خودتان ما را تشویق و همکاری نمایید. علائم کمبود آهن. اگر کمبود آهن دارید، ممکن است متوجه آن نشوید، زیرا ممکن است فقط احساس خستگی و فرسودگی کنید. علائم کمبود آهن عبارتند از احساس خستگی، بی‌حالی و ضعف، تنگی نفس، حافظه و تمرکز ضعیف، عملکرد ضعیف در مدرسه یا محل کار، ابتلا به عفونت، احساس خستگی بسیار زیاد، مشکلات رفتاری در کودکان. این علائم همچنین می تواند ناشی از شرایط دیگر نیز باشد. علت کمبود آهن. بدن شما می تواند آهن را ذخیره کند، اما نمی تواند آن را بسازد. نخوردن غذاهای غنی از آهن به اندازه می تواند باعث کمبود آهن در بدن شود. برخی از افراد بیشتر از دیگران به آهن نیاز دارند. افرادی که بیشتر به آهن نیاز دارند، کودکان، نوجوانان، به ویژه دختران، زنان پریود، زنان باردار و زنان شیرده هستند. نوزادان در سال اول به شیر مادر یا شیر خشک غنی شده با آهن نیاز دارند. نوزادانی که به جای آن شیر گاو میخورند بیشتر در معرض کمبود آهن هستند. افرادی که از رژیم های گیاهخواری یا ویگان پیروی میکنند نیز بیشتر در معرض خطر هستند. مشکل در جذب آهن. آهن موجود در غذا از طریق معده و روده جذب می شود. برخی از شرایط سلامتی بر میزان جذب آهن تأثیر می گذارد، مانند بیماری سیلیاک. اگر جراحی معده انجام داده اید، این می تواند بر میزان جذب آهن نیز تأثیر بگذارد. اگر در اثر هر نوع خونریزی خون از دست بدهید، این بدان معناست که آهن را نیز از دست می دهید. علل اصلی از دست دادن خون اضافی، داشتن قاعدگی های سنگین و خونریزی در معده یا روده که ممکن است با مصرف داروهای مانند آسپرین یا سایر داروهای ضد التهابی، زخم، پولیپ روده یا سرطان مرتبط باشد. علل دیگر می تواند شامل اهدای خون بیش از حد، از دست دادن خون در اثر جراحی، برخی بیماری های روده مانند بیماری التهابی روده و عفونت با انگل های مانند کرم قلاب دار باشد. چه زمانی به پزشک مراجعه کرد؟ اگر فکر میکنید ممکن است سطح آهن در شما پایین است، به پزشک مراجعه کنید. مهم است که بدانید چرا کمبود آهن دارید و چه کاری میتوانید در مورد آن انجام دهید. قبل از مصرف مکمل های آهن حتما به پزشک خود مراجعه کنید تا در مورد نوع آهن و دوز مناسب برای نیازهای خود توصیه های او را دریافت کنید. در صورت داشتن هر یک از علائم کمخونی که عبارتند از به شدت خسته و ضعیف بودن، نفس تنگی داشتن، ضربان قلب شما سریع و نامنظم است یا هر دو،
سرگیچه و سبکی سر، سردرد، دست و پاهای سرد، زبان زخم یا ملتهب، ناخن‌های شکننده، اشتهای ضعیف، تحریک پذیر بودن، هوس خوردن چیزهای غیر عادی مانند یخ، خاک یا نشایسته. کمبود آهن چگونه تشخیص داده می شود؟ برای تأیید اینکه آیا کمبود آهن دارید، پزشک با شما صحبت می کند و شما را معاینه می کند. تنها راه مطمئن برای تشخیص کمبود آهن از طریق آزمایش خون برای بررسی سطح آهن و بررسی کمخونی است. همچنین ممکن است به آزمایش های دیگری نیاز داشته باشید تا بفهمید چه چیزی باعث کمبود آهن می شود. کمبود آهن چگونه درمان می شود؟ ابتدا پزشک شما ممکن است برای یافتن علت کمبود آهن تحقیق و بررسی کند که آیا یک بیماری جدی می تواند به طور بالقوه باعث ایجاد این مشکل شود. اگر پزشک شما علت آن را پیدا کند و درمان مناسب برای آن علت نیاز خواهد داشت. مرحله دوم این است که سطح آهن را به حالت عادی برگردانید. این را می توان به روش های مختلف انجام داد که پزشک ممکن است به شما توصیه کند. خوردن غذاهای سرشار از آهن. غذاهای حاوی ویتامین سی بیشتری بخورید تا به جذب بهتری آهن کمک کنید. از غذاها و نوشیدنی هایی که مانع جذب آهن می شوند مانند کلسیم، فیبر، چای، قهوه و شراب کمتر مصرف کنید. قرص آهن یا مکمل آهن مایع مصرف کنید. آنفوزیونی داخل وریدی آهن یا در مورد شدید تزریق خون انجام دهید. اگر مکمل های آهن مصرف میکنید، باید آنها را برای چندین ماه و احتمالاً بیشتر مصرف کنید. آنها ممکن است مدفوع شما را تیره کنند و همچنین میتوانند باعث بسیج شوند. بنابراین پزشک ممکن است برای کمک به این موضوع به شما توصیه کند که یک نرم کننده مدفوع مصرف کنید. مکمل های آهن را فقط باید تحت نظارت پزشک مصرف کنید، زیرا اگر بیش از دوز توصیه شده مصرف کنید ممکن است خودتان را مسموم کنید و همچنین می توانند با سایر مواد معدنی در بدن در سیستم ایمنی شما تداخل ایجاد کند. آیا می توان از کمبود آهن پیشگیری کرد؟ اکثر افراد می توانند با مصرف آهن کافی در رژیم غذایی خود از کمبود آهن جلوگیری کنند. این انفوگرافیک را برای نمودار سطوح آهن بررسی کنید که نشان می دهد روزانه به چه مقدار آهن نیاز دارید. بهترین منابع آهن کدام غذاها هستند و چگونه آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید. عوارض کمبود آهن. کمبود آهن می تواند باعث کمخونی که گلوبول های قرمز بسیار کم است یا هموگلوبین در خون و دلیل آهن بسیار کم کمتر از حد طبیعی است. سیستم ایمنی ضعیف، خستگی، زایمان زودرس در زنان و نوزاد کم وزن، مشکلات عملکرد حرکتی و ذهنی در نوزادان است. این معلومات در مورد آهن در بدن و کمبود آهن در بدن که باعث مشکلات و چالش های زندگی ما می شود و همچنان راه های درمان آن خدمت شما تقدیم کردید. امیدواریم پر انرژی و قوی بمانید. از مشاهده و همراهی شما جهانی سپاس.